مدیریت حرم حضرت عبدالعظیم علیه السلام در ایران از تعطیلی دو هفته ی حرم متحر خبر داده بود. به گزارش شیعه ویوز به نقل از فعالان مذهبی روابط عمومی این آستان مقدس در تهران پایتخت کشور ایران طی بیانیه مدعی شده بود که این تصمیم در راستای مقابله با ویروس کرونا گرفته شده است. در بیان این آستان آمده بود که طبق ضوابط جدید و با هدف مبارزه جدی با ویروس کرونا از روز شنبه مورخ اول آذر ماه سال جاری به مدت دو هفته آستان مقدس و حرم مطهر تعطیل بوده و زائران را نمیپذیرد این خبر که در رسانه های شیعی انعکاس العاده ای نمود خشم شیعیان را برانگیخته و اعتراضات فراوانی را در پی داشت در پی این اعتراضات ستاد مدیریت بحران آستان مقدس حضرت عبدالعظیم علیه السلام اعلام کرد که این بارگاه ملکوتی از امروز دوم آذر بازگشایی شده اما با محدودیت زمانی روبروست بر اساس تصمیمات جدید حرم متحر از ساعت هفت صبح تا ساعت هجده پذیرای زائران بوده و در ساعت نونزده و پس از تخلیه سحنها در پای آستان مقدس مجددا بسته خواهد شد روابط عمومی این آستان متحر ضمن تایید این خبر نیز افزود که همچنان امکان برگزاری نمازهای جماعت فراهم نبوده و مراسم های تشیع، تدفین و یادبود نیز بدون ارائه خدمات ویژه برگزار خواهد شد